به نام خدا و با سلام و درود به بینندگان عزیزم در سرتاسر جهان. امیدوارم حال دلتون خوب باشه. میخوام درباره پروژه‌ای صحبت کنم. تیتر برنامه رو گذاشتم از پروژه شاهکار پهپادی ارتشمون به نام ولی عصر تا پروژه ننگاور تفرقه و جدایی بین ایران و افغانستان. خب اینا دارن یک دیواری میکشن بین ایران و افغانستان به طول 930 کیلومتر بین ایران و افغانستان و ایران و پاکستان. در زمان آقای رئیسی شروع شد ولی الان مثل این که گذاشتن پشتش که این دیوار تموم بشه. خب بریم اول یک کلیپ کوتاهی رو از ساخت و ساز این دیوار ببینیم. باهاتون حرف دارم، حرفای زیادی باهاتون دارم، ببینیم که چه کسانی میتونن پشت چنین پروژه ننگاوری باشن. خب ببینیم که چه خبره. چی میگه اینجا؟ ایران در مرزهای شرقی 930 کیلومتر دیوار میکشد. امسال 330 کیلومتر از دیوار مرزی در خراسان رضوی ساخته میشود. قراره که 4 متر ارتفاع داشته باشه. دیوار بتونی 4 متری توسط گروه رزمی مهندسی در نوار مرزی مستقر شده است. خب اینو چه کسی میگه؟ سیروس امان‌اللهی، فرمانده قرارگاه شمال شرقی نیروی زمینی ارتشمون. ببینین بالاش هم قراره سیم خاردار بذارن. این سیم خاردارای زشته. هسکرهای هوشمند و سیم‌های خاردار در مراحل بعد نصب خواهد شد. این دیوار تا 3 سال در 3 استان ساخته می شود: خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان. جلوگیری از ورود غیرقانونی اتباع یکی از کارکردهای دیوار مرزی است. در سرشماری سال 1395 حدود 1.5 میلیون افغانستانی در ایران شناسایی شدند. می خوام بگم که این سرشماری 1395 الان 7-8 میلیون افغانستانی در ایران هستن که اکثریتشون غیرقانونی اومدن و این جریان یه مافیا پشتش هست. به جایی که برن جلوی مافیا رو بگیرن، اومدن دارن بوتون و سیمان و این چیزا خرج میکنن. طبق برخی گمانه‌زنی ها در سال 1403 تعداد اتباع 6 میلیون نفر تخمین زده میشود. خب اینا رسمی میگن 6 میلیون نفر، واقعا میخوام بگم کسی نمیدونه که چند میلیون هستن، ولی خیلی خیلی هن. این دیوار مانع قاچاق کالا و سوخت هم میشود. به جایی که جلوی قاچاق سوخت رو بگیرن، مافیای سوخت رو دستگیر کنن، میخوان دیوار بزنن که سوخت نره. خب یه لوله از زیرش میکشن. خیلی احمقانه است. یعنی در کنار امنیت به اقتصاد هم کمک میکنه. داره اقتصاد یه گروه دسته خاصی. کالاهای یارانه دار از ایران به افغانستان قاچاق میشود. به جایی که جریان یارانه سوخت رو درست بکنن، به جایی که در واقع کاری بکنن که درآمدهای مردم افزایش پیدا کنه و همزمان برن دنبال این که این در واقع سوخت در ایران افزایش قیمت پیدا کنه که جلوگیری بکنن از قاچاق، براشون صرف نداشته باشه که اینو اینجا میخرن 1500 تومان 3000 تومان اونور مرز 10 برابر گرونتر میفروشن. خب در واقع مثل انواع سوخت تایر خودرو، شیر خشک، دارو. به جایی که جلوی چی رو بگیرن؟ جلوی اون ارز ترجیحی رو بگیرن که باعث این همه دزدی و رانت هستش، میرن یه کار دیگه میکنن. خب نگاه کنین، معلوم نیست چی هست اونجا دارن قاچاق میکنن. ولی میخوام بگم که با دیوار و این چیزا نمیتونین جلوی قاچاق رو بگیرین، شما باید جلوی مافیا رو بگیرین. چون یه پولی میدن به یک کسی، اینو ردش میکنن میره. الان همیشه همینطوری بوده، اینطوری بوده. چطور میشه که میان یه اتوبوس افغانستانی رو میفرستن اونور مرز، روز بعدش همشون برگشتن؟ خب معلومه یه قاچاق رانتی در مرز اتفاق میفته، یه کسانی پول زیرمیزی میگیرن. خب دیوار مرزی از قاچاق مواد مخدر به ایران هم جلوگیری میکند. مثل اینکه مثلا اینا نمیتونن از اون زیر تونل بزنن یا از اون بالا پرتش کنن، از روی دیوار پرتش کنن اینور. یعنی میخوام بگم که احمقانه است این جریان. خب این از این، اینو دیدیم تموم شد. حالا میخوام برم سراغ این پروژه شاهکاری که ارتشمون درست کرده. اینو میخوام با شما مطرح کنم و ببینین که ما چیکار
میتونستیم بکنیم و چی کار داریم میکنیم با منابع ملت، با بیت المال. بریم ببینیم که اینجا چه خبره. اول از همه این عکس اون پهپادی است که ارتش عزیزمون در واقع طراحی و تولید کردن. خب میخوام برم این مقاله رو با شما در میون بگذارم. مقاله هستش از فارس نیوز. خب چی میگه؟ پایش مستمر مرزهای کشور با پهپادهای نیروی زمینی ارتش. توجه کنیم، پایش مستمر مرزهای کشور با پهپادهای نیروی زمینی ارتش. میخوام بگم این چه اشکالی داره، چه ایرادی داره این جریان که حالا اینا رفتن دنبال این دیوار 930 کیلومتری. میدونین یه 300 کیلومترش رو که الان دارن میسازن، دارن میگن 3 میلیارد یورو هزینه میبره. تا موقعی که تموم شه من بهتون قول میدم 3 میلیارد یورو میشه 6 میلیارد یورو، درست؟ خب این هزینه ها رو میتونستن خرج آبادانی این استان ها بکنن و در واقع خرج مردم این استان ها بکنن، به جایی که برن دیوار بسازن. حالا بهتون میگم که چه جوانب منفی داره. خب فرمانده یگان پهپادی حضرت ولی عصر نیروی زمینی ارتش از پایش مداوم و مستمر مرزهای کشور با انجام انواع پهپادها، پروازهای پهپادی متناسب با اقتضائات میدانی خبر داد. توجه کردین؟ خب بر حسب شرایط پهپاد درست کردن که به درد همون کار میخوره. به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، سرهنگ ولی رحمانی فرمانده یگان پهپادی حضرت ولی عصر نیروی زمینی ارتش در گفتگوی ضمن اشاره به رشد و ارتقای روزافزون توانمندی های یگان پهپادی این نیرو گفت فرماندهی پهپاد نیروی زمینی ارتش، دمشون گرم، در طی سالیان اخیر تحرک، رشد و ارتقاء ویژه‌ای را پشت سر گذاشته است که با توجه به تلاش‌های انجام شده در ماه‌های اخیر و چشم‌انداز پیش رو، این فرماندهی قادر است در طی ماه‌های آتی در تمامی امور مرتبط با یگان‌های پهپادی نظیر عملیات، آموزش، ارتقای توان شناسایی و رزم، تمهید زیرساختها و دیگر اقدامات مقتضی جز برترین یگانها در سطح نیروهای مسلح کشور قرار گیرد. خب نیروی زمینی آماده پاسخگویی به تمامی تهدیدات علیه موجودیت و تمامیت ارضی کشور است. خاطر نشان کرد نیروی زمینی ارتش در قالب 5 پایگاه پهپادی، توجه کنیم، 5 پایگاه پهپادی عملیاتی عمده خود در سراسر ایران اسلامی ضمن بهره گیری از انواع پهپادهای ابابیل مهاجر به پایش و حراست از مرزهای کشور مبادرت می‌ورزد که در همین راستا تمامی پروازهای پایش عملیاتی، رزمی، شناسایی، شبانه و سایر پروازهای ترکیبی به طور مداوم و مستمر و بنابر اقتضائات زمانی و میدانی انجام می‌شوند. خب من می‌خوام بگم که دم ارتشمون گرم، دستشون درد نکنه با اینکه روی لبه تکنولوژی در واقع حرکت میکنن. و حالا این اون پهپادی هستش که ساختن برای پایش مرزها. ببینین ما میتونستیم به جای اینکه بریم دیوار بسازیم، دیوار بزنیم 930 کیلومتر دیوار، و میخوام بگم تا موقعی که این 930 کیلومتر دیوار تموم شه من مطمئنم هزینهاش به 20 میلیارد یورو میرسه. خب چیکار میتونستیم بکنیم به جای این؟ اول از همه که هر جایی که مرزی هست باید پل بزنیم، درست؟ ما با افغانستانی ها یکی بودیم، افغانستان بخشی از کشور ما بوده، حالا میخوایم بیایم اینجا دیوار بکشیم، یعنی در واقع این یک جدایی فیزیکی و عاطفی بین ما و افغانستان و به ویژه این بخشی که حالا منتهی میشه به هرات و این بخشای افغانستان، اینا خیلی زیاد شبیه ما هستن. نمیگم که مثلا پشتون ها و اونا، ولی در واقع من افغانستان بودم و
خب این دیوار رو، دیوار تفرقه و نفاق و جدایی عاطفی و جدایی فیزیکی با افغانستان میبینم. دیگه چیز دیگه ای که من میبینم اینه که یه هزینه سنگینی رو دست ملت ایران میذارن اینا، هر کسی که پشتش هست، که من باور دارم اون کسانی که پشت این هستن زینف هستن، برای اینکه خودشون بهره میبرن از این پروژه، حالا میتونن اختلاس بکنن، میتونن بخشی از مصالح رو کم بذارن بخورن توش، بخور بخوره، این پروژه بخور بخوره اسمش. ولو اینکه قرارگاه خاتم الانبیا اینجا در واقع هستش، در این پروژه سهیم هست، خب قرارگاه خاتم الانبیا رو آوردن که چی بشه؟ که زیاد که حیف و میل نشه، یعنی در واقع اون کسانی که پشت این پروژه بودن میخوام بگم به گونه ای اومدن و کاری کردن که حالا مقامات به این نتیجه برسن که این دیوار باید زده بشه، ولی در صورتی که میتونستن کارهای دیگه بکنن به جای دیوار کشی. و حالا قرارگاه خاتم الانبیا سهم داره در این. من باور دارم که قرارگاه خاتم الانبیا کارشو درست انجام میده، ولی اونای دیگه که حالا یه مصالحی رو به اینا میرفوشن یا یه مصالحی رو قراره که با اینا قرارداد ببندن و این داستانا، مطمئن باشین اختلاس و بخور بخور توی چنین 930 کیلومتر دیوار عظیم و کلفت نمیدونم چی. خب این از این هزینه سنگینی رو دست ملت میذارن، اسراف مصالح هست، مصالح ساختمانی از خاک و از مادر زمین برای پروژه احمقانه، همون پروژه احمقانه که ترامپ هم در آمریکا انجام داد، دیوار مکزیک. فکر میکنین که اون دیوار مکزیک مانع ورود مهاجرین مکزیکی شده؟ خیر، از زیر زمین میان، مافیا هست، از بالا میان، هر مدلی که بخوان میان، اینجا همون میشه، هیچ چیزی آیت نمیشه به جز اینکه چه اتفاقی میفته، در واقع یه تفرقه ایجاد میکنه. دیگه اون چیزی که خیلی منفیه، گفتم اسراف مصالح، تخریب طبیعت، تخریب طبیعت زیبای مرزی، این مرز بسیار زیبا که من رفتم افغانستان با سیمان و بلوک و سیمخاردار و این مصالحی که در واقع همه مصالحی هستش که مصنوعی ساخته، از چیزی نیستش که جزو طبیعت باشه، درست؟ و یک چشمنداز و منظره زشت در مرز ایران. خب دیگه گفتم که پروژه تفرقه بنداز و حکومت کن. مطمئنم کسانی که پشت این پروژه هستن همونایی هستن که نمیخوان ایران و افغانستان با هم روابط حسنه داشته باشن، به نام اینکه جلوی مهاجرین افغانستان رو بگیرن اومدن دارن این دیوارکشی رو انجام میدن که مرز ایران اونجا چی میگن فیکس بشه، ثابت باشه، یه موقعی اگر که در یه شرایطی، خب چه بسا یه بخشی از افغانستان بخواد بشه جزو ایران، نه دیگه، حالا مرز کشیدیم، اینه مرزمون، اینه دیگه، نمیتونیم پا بذاریم اونور مرز. اینم یکی از اوناست، در واقع محدود کردن ایران، اینا از هژمونی ایران میترسن، نه اینکه حالا ما بخوایم بریم افغانستان رو بگیریم و اینا، ولی اون تاثیر روانیش اینه، جلوی هژمونی ایران رو بگیرن، ایران رو محدود کنن. دیگه چی؟ خب کسانی که گفتم، کسانی که سود میبرن از این بساز بفروشا و اینا هستن که ساخت و تو ساخت و ساز هستن و اونایی که در واقع بهشون میگن ساب کانترکتر، اینایی که گیر و گرفتار مثلا مصالح خرید و نمیدونم خرید مصالح و این چیزا هستن. خب من انکار نمی کنم که همیشه وقتی شما یه ساخت سازی رو شروع میکنین این ایجاد کار میکنه، ولی ایجاد کار با چه پروژه‌ای؟ با این پروژه به جاش میتونستن پروژه های آبادانی درست کنن در اون منطقه، نبیان یه دیوار زشت بکشن، یه دیواری که دیوار در واقع نفاق، دیوار شبکه نفوذه. این دیوار هیچ کمکی نخواهد کرد، من بهتون قول میدم، این موامو میتارشم جاش سرخاب میمالم اگر که کمک بکنه. خب اینو به همسرم گفتم، داشتم باهاش حرف میزدم، گفتم این موامو میتراشم جاش سرخاب میمالم اگر که فلان، گفت نه تو رو خدا این کارو نکن، من موهاتو دوست دارم. خب حالا در صورت میخوام بگم که این کمکی نمیکنه،
اون کسانی که بخوان از مرز عبور کنن تونل میزنن، از اون بالا در واقع با یه پهپاد کوچیک میتونن بیان اینور، و کاری که اینا میتونستن بکنن یعنی این جلوگیری نمیکنه، ممکنه یه مقداری کم بشه ولی جلوی مافیا رو نمیگیره. باید برن مافیا رو درست کنن، اون جریانی که در واقع سود میبره از آمد و شد این افغانستانیان، افغانستانی های بدبخت بیچاره که از شر طالبان فرار کردن و اینجا در ایران به اینا رسیدگی نمیشه. افغانستانی هایی که سالها در ایران بودن اینجا به دنیا اومدن شناسنامه ایرانی ندارن. این هم همون پروژه نفوذ هست، پروژه فراماسونر در وزارت امور خارجه هست. من خودم رفتم اونجا باهاشون صحبت کردم، برنامه ساختم درباره این موضوع. خودم این قوانین پشمکی اینا رو میدونم، قانون خاک و خون اصلا اجرا نمی کنن این قانون رو، همش چرت و پرته. این وزارت امور خارجه وزارت امور خارجه ما نیست، وزارت امور خارجه موساد و آمریکاست. خب در صورت به جای این کار چیکار میتونستن بکنن؟ البته میتونستن قانون رو طوری تنظیم کنن که در واقع جریمه بذارن، برن مافیا رو بگیرن، یه تعدادی از این مافیایی که مهاجرین رو میارن میبرن اینا رو بگیرن اعدامشون بکنن. اون وقت من میخواستم ببینم که بازم از این افغانستانی های میخوام میگم غیر قانونی میامدن تو ایران، من فکر میکنم که متوقف میشد. مثل همین اگر که تعدادی از این اختلاسگره و رانتی ها رو بگیرن بذارنشون کنار دیوار، دست کم محاکمه شون بکنن، بچپوننشون تو هلافدونی، اموالشون رو تصاحب بکنن به نفع بیت المال، به نفع مردم، این جریان رانت و فساد و آقازاده و این حرومزاده بازی ها اینا تموم میشه. ولی نه، دستگاه قضایی ما آلوده است، خودش تا خرخره تو این جریان ها آلوده است. حالا چی کار اینا میتونستن بکنن؟ ببینین، من اینجا داریم پهپاد به این خوشگلی رو میبینین، اینو ارتش ما این رو ساخته به نام ولی عصر، پهپاد ولی عصر اینو ساختن برای پایش مرزها، دقیقا کارش اینه و مجهز است به هوش مصنوعی، درست؟ خب میتونستن که به جایی که بیان دیوار زشت طویل مخالف محیط زیست، تجاوز به محیط زیست، تجاوز به میخوام بگم روابط ایران و افغانستان، روابط ملت ایران و ملت افغانستان، من به اون طالبان بیشعور خرمذهبی کاری ندارم، ولی ملت افغانستان در هر صورت میتونستن به جای این بیان ایستگاه های پهپادی مستقر بکنن و ایستگاه های پهپادی رو در واقع مجهز بکنن به مرزبانانمون، مرزبان استخدام بکنن، کار ایجاد میکنه برای جوانای ما و درآمد مرزبانا رو ببرن بالا. اینا جان برکف دارن اونجا کار میکنن، میخوام بگم یه درآمد بخور نمیر بهشون میدن و جونشون هم گرفته میشه. میتونستن اینا رو مجهز بکنن به آخرین تجهیزات نظامی و پایشی و نظارت و رصد در مرزها و تجهیزاتی که بتونن از خودشون از مرزها حفاظت بکنن. میتونستن یک صدم این پول رو خرج بکنن برای این موضوع و اگر که اینطوری بود این پهپادا با هوش مصنوعی یه دونه موش هم رد بشه از مرز میتونن ببینن، درست؟ تمام حرکات رو میتونن زیر نظر بگیرن و ایستگاه های پهپادی به جای اینکه بیان 930 کیلومتر دیوار بکشن و با هزینه هنگفت و سنگین رو دست ملت و این پروژه‌ای که بسیار زشته، تجاوز به محیط زیسته و از همه بدتر یه تفرقه و یک جدایی عاطفی بین ایرانی و افغانستانی. این ایرانی افغانستانیایی که در ایران هستن، مگه ما نمیگیم ما کاهش جمعیت داریم، جمعیتون داره پیر میشه؟ خب خاک الان بر سرتون، به جایی که بیاین دیوار بکشین برین به افغانستانی ها، اونایی که افغانستانی هایی که اینجا بودن و سابقه خوب دارن، چرا به اینا پاسپورت ایرانی نمیدین؟ آخه مرد شورون قیافه هاتون رو ببره، ایشالله که به درک واصل بشین. آمریکا
گرین کارت میده، یه نفر که گرین کارت میگیره اونا فکر میکنین که آمریکا جمعیتشون رو چجوری ثابت نگه داشتن یا چجوری افزایش دادن با این گرین کارتایی که میدن. یه گرین کارتی میره 10 تا از خانوادهشو میکشه اونجا. شماها ضد منافع ملی عمل کردین، وزارت امور خارجه، وزارت کشور، شما ایرانی نیستین. چرا به این من میدونم، من درباره این افغانستانی ها و عراقی ها میدونم که سالها در ایران زندگی کردن، اینجا دنیا اومدن، مگه نمیگین خون و خاک؟ اگه در این خاک دنیا اومدن خب ایرانی هستن، چرا بهشون شناسنامه نمیدین؟ خاک عالم بر سرتون. دیگه آدم نمیدونه چی بگه. من واقعا از بس که هرس میخورم و عصبانی شدم دارم فوش میدم به اینا. اینا میگم خائنن، الان هنوز رفتن چسبیدن دنبال برجامن. همین آقای عراقچی، من فکر کردم این اومده آدمه، هرچی فکر میکنم میگم اگر که این آدم بود اون موقع که اینا داشتن این قرارداد ننگین ترکمنچای امضا میکردن، اگه این بهش فکر منافع ملی بود استعفا میداد میرفت، میگم من نیستم، ولی به فکر منافع شخصی خودش بود، مون تو اون پست برای پرستیج. اینا اینطوری، اینا اینقدر بیشعور و بیشرفن، الان هم دارن دنبال آمریکا موسموس میکنن برای برجام. برجامی که باید ازش خیلی سال پیش میومدیم بیرون، از برجام و از آژانس و از نمیدونم MPT. من برنامه ساختم چند سال پیش طبق بند 10 همون MPT ما میتونستیم بیایم بیرون. چرا نیومدیم بیرون؟ تمام این بدبختی هایی که ما داریم میکشیم برای این که موندیم تو این برجام. الان داره با خودش برجام اجرا میکنه دیگه. میخوام بگم تحریمی نبوده که روی ما اینا نگذاشته باشن، بعد میرن FATF امضا میکنه. ای خاک الان بر سرتون، وقتی که شما تراکنش های مالی ندارین FATF رو برای چی میخواین؟ میخواین دست و پای سپاه رو ببندین، دست و پای امنیت ملی رو ببندین؟ خب خائن ما زیاد داریم، تا وقتی که این دوم این خائنا رو کوتاه نکنیم، دستشون رو کوتاه نکنیم از اقتصاد کشورمون، از میخوام بگم منابع ثروت و قدرت، فراماسونرا در قدرت نشستن که از طریق قدرت به ثروت میرسن، و اون صهیونیستا که اکثرشون یهودیای مخفی هستن رو منابع ثروت ما نشستن، روی بازار و اقتصاد و طلا و ارز و بورس و نمیدونم تمام اینا نشستن. تا وقتی دوم اینا رو قیچی نکنیم، دستشون رو کوتاه نکنیم از اقتصاد ما، ما مستقل نیستیم. استقلال موقعی هستش که استقلال مالی و اقتصادی و مالی داشته باشیم و دست خودمون باشه چه کار میخوایم بکنیم. ما میریم حمله میکنیم به اسرائیل، قیمت دلار میره بالا، اونا حمله میکنن به ما، قیمت دلار میره بالا. اگر یه ذره منطق قرار باشه توش باشه، خب وقتی که ما حمله میکنیم به اونا دلار باید افت کنه. نه دلار میره بالا. پس ببینین اقتصاد ما دست یهودی های مخفیه، درست؟ خب در صورت من حرفایی که در رابطه با این پروژه ننگین، پروژه تفرق بنداز و حکومت کن، پروژهی که توش دزدی هست، اختلاس هست، اینو گفتم و میخوام بگم دم ارتشمون گرم که اومدن این پهبادا رو طراحی و تولید کردن. خب من میخوام بگم ارتشمون چرا نزد رو میز اینطوری بگی که نمیخواد برین دیوار بسازین، ما میایم و تعدادی ایستگاه های رصد اونجا احداث میکنیم و از مرزها حفاظت میکنیم. کار ارتش ما اینه، حفاظت از مرزهای ایران، حفاظت از تمامیت ارضی ایران، این کار ارتشه. ارتشمون میتونستن این کارو بکنن، چرا نکردن نمیدونم. خب عزیزان من به اشتراک بگذارین، اگر ما مطالبه گر نباشیم و نخواهیم از این دولتای خائن که کارشون رو درست انجام بدن، خب همین آش همین کاسه است. من و شما باید آگاه باشیم و بدونیم که یه جریان‌های ملی هستن که دارن کار خوب خودشونو میکنن، ولی اون جریان‌های ضد منافع ملی، اون شبکه‌ها، اونام هستن که خراب میکنن جریان اینه. خب با عشق برای عاشقان ایران، نشقاتون رو بنویسین، همگی در پناه حق باشین.